گاهی بدنت داره سعی میکنه یه چیزی بهت بگه. تا حالا از این خالهای قرمز دیدی؟ بله، شبیه خال قرمز میمونن و اینا اصلا خال نیستن. بهشون آنژیوماهای گیلاسی میگن. مطالعات نشون داده که این معمولا به خاطر انباشت یا قرار گرفتن طولانی مدت در معرض برومید اتفاق میفته. برومین یه اختلالگر شناخته شده است که باعث میشه بدن یود جذب نکنه و یود برای سلامت تیروئید خیلی مهمه. حالا باید چی کار کنیم؟ برای اینکه برومید رو از بدن بیرون کنیم باید غذاهای سرشار از یود مصرف کنیم. ورقه های جلبک یه نمونه عالی از غذاهای سرشار از یوده که میتونی به راحتی به هر چیزی اضافه کنی. یا میتونی از اسنک های جلبکی معمولی استفاده کنی که اونها هم سرشار از یود هستن. اما این فقط به برطرف کردن برومید کمک نمیکنه، بلکه بقیه اختلالگرها مثل فلوراید و کلور رو هم از بدن بیرون میکنه. همون چیزی که گفتیم در بعضی مذاهب برای پاکسازی چشم سوم انجام میشه. چند تا ویدیو قبل بود، حتما ببینش. خیلی چیزها برای گفتن هست، پس بیاد یه بار دیگه برگردیم به موضوع اصلیمون. قرار امروز یکم در مورد آنژیوماهای گیلاسی آموزش بدیم، همون نقاط قرمزی که روی پوست ظاهر میشن، خیلی شایان. حالا سوال اینه که آیا مصرف برومین یا یود میتونه نقشی توی این داشته باشه؟ اولین سوال اینه که آنژیوم گیلاسی دقیقاً چیه؟ ما همیشه اینها رو میبینیم، قراره چند تا عکس هم نشونتون بدیم، ولی اینها به شکل نقاط قرمز کوچیک روی پوست ظاهر میشن و اساساً تجمعی از رگ‌های خونی هن. اگر زیر میکروسکوپ اونها رو بررسی کنید فقط یه دسته رگ‌های خونی گشاد شده میبینی. خیلی شایع هست، حتی خودم هم چند تاش رو دارم، اونم توی مراحل اولیه و کوچیک. همه میتونن اینها رو داشته باشن. به نظر میرسه که یه استعداد ژنتیکی قوی توی این هست که توی خانواده ها اتفاق میفته، ولی راستش هنوز دقیقا نمیدونیم علتش چیه. این یکی از چیزهای جالبش اینه که ما بعضی از جهش های ژنی رو میدونیم که اتفاق میفته. مثلا اگر یه آنژیوم گیلاسی رو بررسی کنیم و به دی ان ایش نگاه کنیم، نصفشون این جهش های ژنی رو که باعث این اختلال میشه دارن. حالا خیلی از این موضوعات ارثی هن. ما کامل متولد نمیشیم و به نظر من به همین دلیله که یه بخش ژنتیکی اینجا دخالت داره. اگر کسی توی خانواده اتون باشه که اینها رو داشته باشه، ممکنه شما هم اونها رو بگیرید و به همین دلیله که با گذشت زمان اینا بیشتر میشن. سلول های بدنمون وقتی در طول زندگیمون تقسیم میشن، این کار رو ممکنه به طور ناقص انجام بدن توی تقسیم سلولی و اشتباهی رخ بده. پس با بالا رفتن سن این نقاط قرمز روی پوست شایع تر میشه. ترکیبی از ژنتیک و اشتباهات طبیعی بدنمونه. یه مثال خاص اینو خوب توضیح میده. دکتر مکسفیلد دوتا بیمار رو توی یه کنفرانس دید. توی اون کنفرانس یه گروه از پزشکان دور هم جمع میشن و این دکتر یه تجربه خاص رو به اشتراک گذاشت. دوتا دوقلوهای همسانی رو کنار هم میذاره، یکیشون عاشق بیرون رفتن بود و یکی دیگه عاشق موندن توی خونه و از نور میترسید. پس اونا پوستشون رو در کنار هم بررسی کردن و تنها چیزی که مشترک داشتن آنژیوم های گیلاسی بود که روی بدنشون داشتن. این نشون میده که این موضوع خیلی ربطی به قرار گرفتن در معرض نور خورشید نداره و بیشتر محصول چیزای دیگه است و ژنتیکیه که نقش بزرگی داره. پس به اندازه بقیه چیزایی که روی پوست میبینیم مثل لکه‌های پیری به محیط ربط نداره. قبل از ادامه صحبت‌ها، اگر تا اینجا همراه من بودی، به خودم اجازه میدم از شما بخوام مثل یک دوست از بنده و این ویدیو حمایت کنید به هر شکلی که میتونید. لایک، سابسکرایب، کامنت یا این ویدیو رو برای دیگران ارسال کنید. اگرم خارج از کشور هستید دستتون بازه برای سوپر تنکس یا جوین زدن توی این کانال که پایین ویدیوها لینکش هست. این کار کمک میکنه که انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر داشته باشم، بدونم کارم درسته و اگر هم نخواستید حمایت کنید کاملا متوجه میشم. در صورت مرسی از همراهیتون، بریم سراغ ادامه صحبت. از موضوع دور نشیم. ادعا اینه که سطح بالای برومین توی رژیم غذایی باعث بروز آنژیوم های گیلاسی میشه. حالا باید بگم که چند تا گزارش موردی وجود داره، اونم با شواهد خیلی ضعیف، که چند نفر آنژیوم گیلاسی داشتن و وقتی ازشون پرسیدن توی رژیم چی هست، معلوم شد که برومین زیاد مصرف میکردن و نتیجه گرفتن که برومین
باعث این مشکل میشه. ولی چی میشه وقتی به 900 هزار تا چیز دیگه که بهشون در معرض هستی از جمله ژنتیک توجه نمی کنی؟ پس میفهمیم که این ادعا از کجا آمده، از هوا نیومده، اما شواهدش خیلی خیلی ضعیفه. ما توی علم مقاله نویسی، ژورنال نویسی، این رو پایین ترین سطح شواهد ممکن در نظر میگیریم. تقریبا فقط یه داستان شخصیه که یه نفر میاد گندش میکنه. البته دلیل اینکه این موارد منتشر میشن اینه که شاید یه ارتباط نادر وجود داشته باشه و بعدن افراد بیشتری بگن که ما هم همین ارتباط رو پیدا کردیم و بعد یه مطالعه رسمی انجام بشه. ولی الان هنوز چنین مطالعه‌ای انجام نشده و فقط یه اتفاق تصادفی بوده. حالا برای اینکه بهتر بفهمی این ارتباط چیه، من یه مثال جالب آوردم. یه عده وقتی کلمه بروکلی می‌خوردن نخ می‌کردن. این اتفاق می‌افته، ولی برای خیلی‌ها، من جمله من اینطور نیست، ولی برای یه عده هست و خیلی هم شایع اتفاق می‌افته. من عاشق بروکلی‌ام، ولی این دلیل نمیشه که هر وقت نخ کردی کلمه بروکلی خورده باشی. پس این نوع فکر اشتباهی که این افراد برو می‌خوردن و آنژیومیگلاسی داشتن دلیل نمیشه که هر کی آنژیومیگلاسی داره حتما برومی مصرف کرده. به این نمیگن یه ارتباط دو طرفه. اگه بخوایم آماری صحبت کنیم میگیم که همبستگی لزوما برای علت دلیل نمیشه. یعنی اگر دو تا چیز همزمان اتفاق بیفتن به این معنی نیست که یکی باعث اون یکی شده. پس این موضوع خیلی مهمه که بهش توجه کنیم. خیلی از سوالات شما هم همینه. مثلا میگید که فلان دکتر، فلان کانال، فلان متخصص این حرفو زده، شما دارید برعکسش رو میگید. مهم اینه که اون صحبت ها از روی چه مباحثی بوده، از روی چه مقاله هایی، آیا فقط به یک مطالعه موردی توجه کردن و اون رو به شما گزارش دادن یا نه رفتن مطالعات میدانی و کارشده رو به شما اطلاع دادن. این گزارش ها کاملا بی اعتبار نیستن. گزارش های موردی مهمه، ولی دلیل کافی برای تغییر رژیم غذایی نیست. باید در کنار بقیه شواهد در نظر گرفته بشه. این یکی از مشکلات این روزاست متاسفانه، مخصوصا توی شبکه های اجتماعی مثل تیک تاک. مردم اینترنت رو میگردن، یه مطالعه پیدا میکنن یا یه وبسایتی که یه ادعایی رو تایید میکنه و سریع میان نتیجه میگیرن، بوم، حقیقت علمی. ولی واقعا اینطور نیست. هر مطالعه حتی اگر معتبر هم باشه باید توی زمینه ای از فیزیولوژی، آناتومی و داده های دنیای واقعی بررسی بشه. به خاطر همین من خیلی از ویدیوهای خودم رو بدون منبع میگم، چون واقعا نمیشه منبع ذکر کرد. فکر کنید 30 تا مقاله مختلف رو رفتم بررسی کردم توی چند روز مختلف و اصلا وقت نکردیم که رفرنس دی کنیم. حالا ادعای بعدی در مورد عملکرد تیروئید و یوده. اینجاست که باید بهشون یه نمره خوب بدیم، چون اگر توی رژیم یود کافی نداشته باشی تیروئیدت به خوبی کار نمیکنه و درسته. در واقع اون مطالعات میگن شاید کلی یود بخورید تا این عدم تعادل رو جبران کنید، ولی من پیشنهاد میکنم این کارو نکنید، چون یه پدیده داریم به اسم اثر وولف چایکوفسکی که اگر مقدار زیادی یود به بدنت وارد کنی در واقع عملکرد تیروئیدت رو خاموش میکنه. این اثر متناقضه، یعنی اگر بیش از حد یود به بدنت برسونی تیروئیدت خاموش میشه. پس بهتره سیستم بدنت رو با یود خسته نکنی، بهش فشار نیاری. همه چیز باید متعادل باشه. به همین دلیل وقتی در مورد مکمل ها صحبت کنیم همیشه یکم شک و احتیاط هست و یه مقدار فیزیولوژی پشتشه، نه فقط یه چیزی که توی کتاب یا وبسایت خوندی. نتیجه این شد که این لکه‌های قرمز هیچ خطری نداره. افزایش یود هم توصیه میشه ولی در حد تعادل، و اگر واقعا بخوایم نگاه کنیم به قضیه اصلا نیاز نیست که یود بدنتون رو زیاد کنید. علت اصلی این لکه ها ژنتیکه. به حرف هیچ کس هم گوش ندید توی این مورد. مرسی که همیشه دقیق و پیگیر هستید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.